به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. این ابیات توحیدیه را آغازگر سخنانم قرار دادم تا در پرتو این ابیات سخنم البته حسن مطلعی بیابد. در پرتو این ابیات، چون بحث من بر سر نسبت هویت ملی و حکمت ملی است. پیشتر در چند جای در چند مورد، از جمله در یک سخنرانی در همین انجمن، انجمن حکمت، گفتم که نیاکان ما در سده چهارم هجری قمری به علل مختلف و با مقدماتی که فراهم شده بود، هویت ملی خود را، البته پس از تغییر دین آیین به اسلام، بازشناسی و بازیابی کردند. من برای نمودن تصدور نمایی از این هویت، تشبیه کردم هویت ملی را به مثلثی که چونان هر مثلث سه ضلع دارد. نخستین و مهمترین ضلع، ضلع هویت ملی، زبان و ادب ملی است. دومین ضلع، ضلع تاریخ و اساطیر ملی. و سومین ضلع هم ضلع حکمت ملی. دین را هم باید در همین ضلع سوم جستجو کرد که حکمت با دین ارتباط نزدیک داره و شاید یکی از معانیش هم دین و مذهب است. خب با این طرح پیداست که نسبت عام و خاص بین هویت ملی و حکمت ملی، همچنین بین اساطیر ملی و هویت ملی، تاریخ ملی و هویت ملی و ظاهرا زبان ملی و هویت ملی برقرار است. البته این که عرض کردم ظاهرا در مورد زبان سخنی دارم که عرض خواهم کرد. هر ملت کهنی یا حتی غیر کهنی مثلا آمریکا، یک حکمت و فلسفه ویژه خودش داره، چنان که تاریخ ویژه خودش داره. فیلمثل مکتب سودگرایی فلسفه ویژه انگلیسی هاست، انگلوساکسون ها، که به هر حال براشون مهم نتیجه عمل است و انما الاعمال بالنیات و اینها معلوم نیست که خیلی براشون اصل باشه. مهم آن است که عمل چه نتیجه‌ای به بار میاره و به هر حال یه جور حقیقت را در این میجویند. یا عملگرایی، اصالت عمل فلسفه امریکایی هاست و هویت اونها با این فلسفه شناخته میشه. هر چه در عمل مفید افتد حقیقت است و داستانش تا آخر. برای ما و ملت بزرگ ما از آن سوی تاریخ تا این سو تا همین اکنون، فلسفه ملی، حکمت ملی ما حکمت اشراقی بوده است. و از سده چهارم که در واقع بزرگان چون فارابی و ابن سینا ظهور کرده بودند و به نوعی یونانگرا بودند، در واقع تحت تاثیر ارسطو بودند و یونانیت و فلسفه یونان، و با تأکید بر عقلانیتی که ارسطو از آن سخن می گفت، عقلانیتی که در نهایت منجر می شود به توانایی در برهان سازی، که مهمترین کاری است که برای
اهداف فلسفی ممکنه فیلسوف از اون منظر انجام بده. اما در این زمان، در همین زمان یونانی معابی و خرد گرایی در معنی ارسطویی، چرا ابن سینا به سوی حکمت اشراق رفت، از حکمت مشرقی سخن گفت؟ دلیل روشن است. زمان زمان بازشناسی و بازیابی هویت ملی است و در نتیجه قهرمان عقل و استدلال هم در یک شرایطی احساس می کند که باید برود به سوی حکمت ملی و می رود و داستان حکمت مشرقی معروف است و از این زمان به بعد تمام بزرگان ما، اما از شاعران ما که سخنگوی این حکمت می شوند و حکمای ما که ادامه دهنده این حکمت می شوند و سهروردی این حکمت را به کمالی که باید می رسونه و ادامه پیدا می کنه، ادامه پیدا می کنه با تا ملا صدرا و تا حکیم سبزواری و تا کنون. اون ابیاتی که در آغاز خواندم که خب شرح و تفسیرش جداست و من در یک گفتگو و در یک مقاله را به اون پرداختم، طرح تقریبا جهان شناسانه و معرفت شناسانه است که در حکمت اشراق به دست داده میشه و نخستین بار شاید در این سوی تاریخمون فردوسی پرداخته است به این و نشون داده است اون حکمت را در اون چند بیت کوتاه که لازمه زبان شعر همینه که با بیانی کوتاه‌تر کوتاه معانی بسیار بیان بشود. با این طرح و با این سخن که عرض کردم و ابیات را دیده اید و دیده این بارها، سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد به دور آه جان و خرد، یعنی هرچه که فراتر از پدیده های قابل تجربه باشد، خرد عقل، عقل استدلالگر، همان عقلی که ارسطو از آن سخن می گفت، به دور آه نمی یابد. و سرانجام چون بحث توحید است، نوعی پذیرش عقلانی، بهتر از عقلانی نه اصلاح می کنن، نوعی پذیرش اخلاقی را قرنها پیش از کانت پیشنهاد میکند که به هستوش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی، که داستانش درازه. غرضم این است که در این چند بیت طرح اون حکمت را میدهد و بعد ادامه پیدا میکنه، هم در حکمت مشرقی هم در حکمتی که سهروردی دنبال اون هست و از اون حرف میزنه و در آثارش بیان میشه. این طرح در واقع با ادامه کار از سوی سهروردی مخصوصا و سپس پیروان او به کمال میرسه. در سخنان حکیم فردوسی ظاهراً چنین به نظر میرسد که عقل کنار گذاشته میشه، که البته چنین نیست و صحبت از پذیرش اخلاقی و یه جور شهود و این هاست. اما در سخنان حکیم، در سخنان حکمای بعد، در سخنان نخست سهروردی آشکارا این مسئله مطرح میشود که متفکر فیلسوف باید که نخست عقلانیت خود را بپرورد. در مقدمه حکمت الاشراق آشکارا این معانی را بیان کرده و گفته کسی حرفهای منو در این کتاب، یعنی در حکمت الاشراق، میفهمد که کتاب های پیشین من خونده باشه. اون کتاب ها کتاب هایی است که به شیوه مشایی، به شیوه اون عقلانیت ابن سینایی و ارسطویی نوشته شده. و چون این اتفاق افتاد، سپس با تزکیه نفس می شود یک کار دیگر کرد، یعنی می شود که به توانایی شهود را هم به دست آورد. و در نتیجه بحث چند بار من در اون در این مسئله بحث کردم، اما اجمال قضیه اینه که به کمال می رسه این روش و در این روش و در این سخنی که سهروردی دارد میگوید و پیروانش هم ادامه میدهند،
عقل کنار گذاشته نمیشه، عقل نخست پرورده میشه، عقل استدلالی، و سپس یک توانایی دیگر پیدا میکند که توانایی شهود باشد. و بعد میگه وقتی که اونها را یاد گرفتی و کاملا آموختی، عقلانیت را به کمال رساندی، اون وقت تزکیه باطن میتونه تو را به یک توانایی دیگر که شهود است برسونه. و حتی من اجازه بگید اشاره کنم به مقدمه گوهر مراد لاهیجی که اونجا تقریبا به شکل همین مسئله رو باز تبیین میکنه و میگه که از طریق استدلال عقل میشه به حقیقت رسید، من تا یه جور ابهام داره، مثلا مثل عروسی که از پشت تور او را میبینند. در از شهود اون ابهام زدوده میشه و چونان عروسی که دیگه تور بر صورتش نیست. ملاحظه میکنیم که همواره حقش گذارده میشه و ما متفکر ایرانی هم توانایی استدلال ده سینوی داشته باشه، هم توانایی شهود. از آن زمان تا کنون تا حتی تا یه بحث چند بار من دارم سبزواری و تا دیگر پیروان او چنین حکمتی بوده است و چنین مسئلهی بوده است. اما یک نکته اصلی در اینجاست و اون توجه به این حکمت است. چرا؟ باز تأکید میکنم به خاطر بازیابی هویت ایرانی، هویت ملی، و الا داشتن کار خودشون رو میکردن. خب میتونستن همون رو ادامه بدن. رفتن به سوی این حکمت، حکمت است، اما حکمتی که قرار است ویژه یک ملت کهن باشه با ارزشی که از نظر هویتی دارد. مسئله این است، بسیار مهمه. ممکنه یک کسی مون جدا کنه بگه این حکمت هست و مثل همه حکمت ها، اما عرض من این است که اون همه تأکید بر اون حکمت در یعن به اون چرا. و حتی به نظر من واکنشی که نشون داده شد نسبت به حکمت یونانی، مخصوصا در شعر فارسی، قفل اسطوره ارسطو را بردن احسن الملل منعید، نقش فرسوده فلاطون را بر طراز بهین هلل منعید، اینا برای چی بود؟ اینا فقط ستیز و عقل نبود این گونه که بعضی ها میگن. چون توضیح دادم عقل سر جاش هست، در واقع یه جور مخالفت به تعبیر امروزی ها با غربگرایی بود، نه اینکه اون را ندانند و نه اینکه اون را نخواهند، میخواهند به اون شکلی و صورتی ادامه بدن که متعلق به خودمان است. و اون واکنش ها هم یه جور واکنش ملی گرایانه بود به نظر من، در جای خودش به تعبیر امروز، حالا این زبون امروز است. و به نتیجه هر گونه که بنگریم، این حکمت از اون زاویه هم قابل توجه، هم حکمتی است ارجمند و هم از منظر ملی گرایی به تعبیر امروزی ها و ایران گرایی و ایران دوستی. آن ضلع دیگر را هم نگاهی بکنم، چون ارتباط به نظر من داره، یعنی ضلع تاریخ و ضلع اساطیر. باز هر ملت کهنسالی چنین چیزی اساطیری هم داره که اون اساطیر ویژه در واقع تاریخشه، ویژه هویتشه.
خب حالا این داستانهایی که اساطیر نام گرفته است و در شاهنامه پر است، و اینم رو یادم نرود که عرض بکنم که این مثلث در شاهنامه به طور کامل پرداخته شده، حتی صورت حکمی قضیه، گزارش حکمی قضیه هم در اونجا هست. تاریخ که معلومه که از منابع معتبر و کهن ما شاهنامه است در تاریخ ایران پیش از دوران اسلامی، و از نظر اساطیر هم طبیعی همان است. زبان و ادب هم که روشن آغازگر است و اگه زنده کرده بدین پارسی و اینها شکی درش نیست و شاهنامه تکیدش روشن. اما در باب اساطیر و داستانها، اون هم از همین منظر باید نگاهش کرد. این داستانها حتی اگر صرفاً برای سرگرمی باشه که نیست، که جنبه های مختلف دارد، باز اون رنگ هویتی و ارزش هویتی درش محفوظه. آخر نمیشه هر چی، ببینید این یک اصله، این یک اصل عقلی است که هر چیزی که پدید میآید به نوعی باید به درد انسان بخوره. اگه به درد نخورد یا پدید نمیآید، یا اگر احیانا پدید آید پایدار نمیماند. این اساطیر هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر به درد انسان ایرانی در حد خودش نمیخورد، چنان که اساطیر ملل دیگر هم برای خودشون ارزش داره، نه اینکه ما هم لذت نبریم یا سودمند نباشه برای اون، ولی من دارم بحث هویت ملی میکنم، بنابراین از اساطیر ملی من دارم حرف میزنم. این اساطیر عرض کردم حتی اگر صرف سرگرمی باشد، که صرفا چنین نیست، باز ارزش هویتی داره. اما واقعیت اینه که این هم، یعنی اساطیر هم، مثل هر پدیده دیگر، چون به درد انسان ایرانی میخورده و کارسازی میکرده براش، سودی داشته، پدید آمده، استمرار پیدا کرده. بگذارید به یک اشاره کنم به نظریه امیل دورکیم که بعد از آگوست کنت پدر جامعه شناسی محسوب میشه. از این منظر بگذارید نگاه کنیم. خب در واقع او دقیقا توضیح میدهد که اساطیر موجب همبستگی ملی میشود، موجب تقویت احساس هویت ملی می شود. و چون او خب به هر حال دنبال کار مسیحیت و یهودیت و اینها بوده، میگه وقتی که در کنیسه و کلیسا اون داستانهای تیمدار ما های شاهنامه را در کنار میادین مطرح میکردن نقالان، یا بعد در قهوه خانه ها، حالا مدرن تر که شدیم مثلا در تلویزیون به شکل اشکال دیگر، همون وضعیت را داره. یعنی تکرار این داستان ها غیر از دلانگیز بودن و دلاویز بودنش به عنوان داستان هایی که آدم را جذب میکنه، بیننده و شنونده را جذب میکنه، در واقع تأکید و تکراری است بر این معنا که یادتان نرود که ایرانی هستید، یادتان نرود که هویت ملی خاص خودتون را دارید، که اینها اساطیرشه. در واقع تاریخ یه جور
تأکید بر هویت از منظر علمی، چون به هر حال تاریخ علم شده و اساطیر یک جور تکرارش، یک جور تأکید بر هویت ملی با بیان هنری، با بیان داستانی اساطیری، یعنی هر دوشون دارن از این منظر یک کار را انجام میدن، تأکید میکنن بر هویت ملی، منتها او از منظر علمی و این از منظر هنری، و تکرارش به این سبب، جذابیتش هم به این سبب و به همین سبب هم هست که ادامه پیدا کرده و مانده و خواهد ماند. نگاه پایانی اجازه بدید به ضلع اول باشه که جزء بحث من فعلا نیست ولی هست. پیشتر گفتم یک بحثی رو و الانم اینجا فرمولش میکنم. زبان ملی درسته که یکی از اجزای سگانه هویت ملی است، ولی در روزگاری که ما زندگی میکنیم وضع خاصی داره. حتی اگر بگم این هویت ملی است، گزافه نگفتم. فرمول من اینه که یک بار هم گفتم، بذاریم به اصلمون برگردیم، به اصل فلسفیمون، به اصل فرمول هیولا و صورتمون. هیولا مبهم است، هممون میدونیم، همه طلبه های فلسفه اینو بلدن. چه تشخص و تعین پیدا میکنه؟ وقتی که صورت بران عارض بشود. هویت ملی به نظر من مثل هیولاست، مثل ماده است که مبهم است، و چون زبان ملی بر آن عارض شود تشخص و تعین پیدا میکنه و اونی که باید بشود میشود. نگاهی به اطراف بیاندازیم و بعضی از مشکلاتی را که امروز در اطراف کشورمون داریم نگاه کنیم، خواهیم دید که هیچ دلیلی یا لااقل یکی از دلایل مهمش مسئله تغییر زبانه. با تغییر زبان به رغم بستگی و دلبستگی برادران ما در برخی از جاهای میهن با اون چه که اسمش هویت ملی است سر جاش هست، اما اون تغییر میتونه اگر حواسمان جمع نباشد ابزار دشمنی ها و دسیسه هایی بشود علیه هویت ملیمون. این است که آن همه بر زبان ملی، بر زبان فارسی تأکید میکنم و میکنند آنها که دلشان میسوزد و هر جور آفتی بزند این عامل هویت ساز را، باخته ایم، خطا کرده ایم و نباید اجازه بدهیم. با سپاس و بدرود.